اگه با این سرعت کار کنیم پنبه کی حاضر میشه؟ اگه راستشو بخواین آماده شدن این مقدار پنبه تا روز دوشنبه سخته خانم سرا، خیلی سخته، یعنی تقریبا غیر ممکنه. چند تا از دستگاهام که خراب شدن. موسا میگفتن یدکاشون تا هفته دیگه به دستمون نمیرسه. سلیم، خیلی رو راست باهات حرف میزنم. بدهی خیلی زیادی دارم. اگه این سفارش ها به موقع نرسه نمیتونم بدهیامو بدم. اگه نتونم بدهیا رو بدم مجبور به فروش سهم کارخونه میشم. با اینکه اصلا دلم نمیخواد ولی خب مجبورم دیگه. اون موقع همه کارگرا و کارکنا رو بیرون میکنن، حتی تو. متوجه شدی؟ واسه همین سفارش ها باید به موقع حاضر بشه. میفهمم، میفهمم سرب خانم. ولی وضعیتمونو دارید میبینید. نمیتونم بهتون دروغ بگم و الکی امیدوارتون کنم. خب نمیشه این بدهی رو چند روز به تعویق بندازیم؟ رمضان، کارای قهوه خونه چطور پیش میره؟ رشید اومد با هم حرف بزنید؟ آره جونم، خیلی خوبه. رشید اگه ببینی بازم یه زرنگی کرده، مغازه پر پر شده. چه زرنگی کرده؟ زرنگی که میگم منظورم اون نیست. منظورم اینه که با جون و دل کار میکنه. رمضان، تو یه چیزی رو پنهون میکنی ولی... نه دختر، چیزی نیست، لازم نیست نگران بشی. تو چشام نگاه کن و راستشو بگو. ببین پاکیزه، رشید به من میگه که اینجا یه خواننده چیزی بیاریم چند تا بخونه واسه شون. قسم میخورم مغازه بیشتر از اینم پر میشه. تو چی میگی؟ منظورم اینه که تو قبول میکنی این شرایطو یا نه. تو باید بگی. خواننده. آره خواننده بیاریم. آره به هیچ وجه رمضان، به هیچ وجه رمضان حرفشم نزن. قسم میخورم دارم عصبی میشم. اگه فکر کردی اون مسئله رقاصه رو فراموش کردم اشتباه میکنی. ببین رمضان، برای آخرین بار میگم من با این کارا راضی نیستم. اگه بفهمم برات بد میشه ها. باشه خب، چرا انقدر زود عصبانی میشی تو؟ منم همونو گفتم، گفتم نمیشه برادر من. چه خواننده ای؟ مگه کشک و دوغه؟ اینجا مگه کاباره است داداش من؟ گفتم هر کی خواننده میخواد خودش باشه بره کاباره بشینه اونجا عشق و حال کنه. مگه قهوه خونه من جای مسخره بازی هست؟ آفرین. زیادم به اون رشید اعتماد نکن. تو یه کاری کن با حافظ میونت درست بشه رمضان. معلومه جونم، رشید انگوش کوچکه حافظم نمیشه به خدا. به خدا هاجر، توی یه شب کل کافه پر شد. چی شد؟ همه اینجوری جای سوزن انداختن نبود. رمزونو اگه میدیدی اومد دستامو گرفت، گفت دست درد نکنه، گفت خدا ازت راضی باشه آقا رشید، کافه رو از ورشکستگی در آوردی. منم پولشو دادم، آسمان خانوم آوردم اونجا. اگه گفتی واسه چی آوردم؟ آوردم که اونجا کاروبار بگیری دیگه. چون جایی که قرار پول در بیاریم نباید از چیزی دریغ کنی. خب چه جور زنیه این آسمان که میگی؟ زود باش تعریف کن. جوونه، خوشگله، ها؟ آسمان خوشگله؟ نه بابا. چی میگی بابا؟ یه چیزی میگم یه چیز میشنوی ها؟ ببین الان چطوری به توضیح بدم؟
ببین چطوری به توضیح بدم، این آسمان بنده خدا اصلا خیلی پیر شده، شکسته شده، واسه خودش عجوزه‌ایه. اصلا ببینی حالت به هم میخوره. جدی میگی؟ پس چرا به خاطر اون جلوی میخونه صف میکشن ها؟ اگه میگی اینقدر عجوزه و زشته آقا؟ چیزی ببین، درسته که زن زشتیه، ولی صداش خیلی قشنگه. صداش یعنی خیلی قشنگه دیگه، از ته دل میخونه. یا آهنگی هم هست که واقعا عالی عالی میخونه. ببین منو، این چیزا رو به کسی نگی یا تو محلم چیزی نگو، بعد همه زنا حساس میشن، میرن سر شوهراشون خراب میشن، اجازه نمیدن شوهراشون بیان کافه ما. اون موقع کافه ما بیرونق میشه. اون موقع چی میشه؟ کافه ورشکسته میشه. کافه ورشکست بشه چی میشه؟ من از کار بیکار میشم. من بیکار بشم، تو بدبخت میشی میری پی کارت. باشه باشه فهمیدم. نگاه کن، باید به سر وضع خودم برسم. کجا میری رشید آقا؟ میرم بازار، باید به سر وضع خودم برسم، باید خوشتیپ شم دیگه ها. الان هرچی باشه شریک یکی از بهترین کافه های آدنا هستم، مگه نه؟ با این لباسه که نمیتونم برم. خداحافظ. خداحافظ. استغفر الله. بابا سلام دخترم. کی از پیش مامانم برگشتی؟ تازه اومدم، ولی مادرتو نیاوردم، هیچ حرفی نمیزنه، منم گذاشتم اونجا بمونه. بذار از این بلایی که سرم اومده راحت شم، خودم میرم میارمش. خیره، چه بلایی؟ این نزول خوره، باید دوشنبه پولو پس بدم، ولی کارای کارخونه اصلا خوب پیش نمیره. خب یه مادرس نمیتونه صبر کنه؟ نه، حالا میرم باهاش حرف بزنم، بهش توضیح میدم. میخوای منم باهات بیام؟ باشه. دفعه آخرت باشه دیر میکنی. اکرام بیگ، خوش اومدی. ممنونم. این روزا خیلی به هم سر میزنی، خیره، کاری داری؟ بله یه کاری داشتم، ولی بعدن میگم. امروز کارخونه رفته بودی؟ با سراب خانم چی کار داشتی؟ سراب خانم از من پول قرض گرفتن. واقعا؟ چه قرضی؟ با پدرش اومده بود، 50,000 لیره قرض گرفت، الان باید 100,000 تا پس بده. گفتم یه سر بزنم تا بهش یادآوری کنم. کار خوبی کردی، به سراب خانم اصلا رحم نمی کنی، اصلا کوتا نمی آی، فهمیدی؟ اگه شما اینطور میگین لابد یه چیزی میدونین، به روی چشمم. ازت ممنونم اکرام بیگ. منم یه خواسته ای از شما دارم. پسرموی من جلال هنوز پیداش نکردن. خب این به من چه ربطی داره؟ من برای شما احترام قائلم، اما اگه حالیده خانم تو این کار دست داشته باشه. حالیده خانم اصلا تو این کار دستی نداره. منم نگفتم داره، اما آخرین کسی که جلالا دیده اونه. حالا اگه دوست نداری که من باهاش صحبت کنم، لطف کن خودت باهاش حرف بزن. جلال یادگار عمومه، خیلی واسم مهمه. چی میخوای؟ میخوام علی احسانو ببینم. منتظر باشی.
ارباب تو منتظره، بفرمایید. سراب خانم، نکنه قبل از موعد پولو آوردی؟ نه، یه مشکلی برای کارخونه پیش اومده. از شما یکم دیگه وقت میخوام، تقریبا یک هفته. نمیشه، حرف من همونیه که بهت گفتم. ببینین الکی خودتو خسته نکن، من پولمو سر موقعش میخوام. چرا انقدر عجله میکنی؟ دخترم که نمیخواد فرار کنه، صاحب اون کارخونه و اون امارته. یکم دیگه نمیتونی صبر کنی؟ اگه نمیتونستی پسش بدی، باید همون اول فکرشو میکردی. میگم ندارم. چرا نمیفهمی؟ میگم یه هفته دیگه مهلت بده. ماشینی که جلوی در مال تو نیست؟ مزرعه و کارخونه چطور؟ یا سر موقع پول منو پس میدی؟ یا هر کدومو خواستم ازت میگیرم. چیو میخوای بگیری؟ ها؟ مگه تو زورگیری؟ ببین خانم و آقا، برای من هیچ فرقی نداره. سراب خانم، یا خودت پولمو میاری یا به زور میگیرمش. حالا دیگه برو. الان باید چی کار کنم؟ اگه نتونم پولو بدم، اینا امارت رو سرم خراب میکنن. نگران نباش دخترم، یه راهی پیدا میکنیم. تو برو امارت، من یه کاری میکنم. بالاخره یه رای پیدا میکنم. سلام حالیده. خوش اومدی اکرام. یه خبری وسط دارم. فهمیدم علی احسان با سراب چی کار داشته. واقعا؟ چی کار داشت؟ سراب یه ماه پیش مبلغ زیادی از علی احسان قرض گرفته. سه روز دیگه هم مهلتش تموم میشه. باید 100,000 لیره پس بده. 100,000؟ آره. الان معلوم شد بدهکاری کارخونه رو چطور پس داد. به علی احسان گوشزد کردم. اگه سراب نتونه پولو بده، واسش گرون تموم بشه. راستشو بخوای منم خیلی کنجکاوم. اون مرد، در مورد اون یکی موضوع هم حرف زد؟ کدوم؟ از جلال؟ نه، تو اصلا نگران نباش. باشه، خواهش میکنم اکرام. من نمیفهمم تو با این آدم ها چی کار داری؟ چرا اینقدر به حرف تو گوش میکنن؟ یه موقعی باعث شدم سود زیادی کسب کنن. واقعا؟ چطوری؟ این حرف رو بذاریم کنار. اومدم تو رو به یه جایی دعوت کنم. فردا شب مراسم افتتاحیه انجمن مهندسای آمریکا است. رؤسا و افراد مهم شهرداری هم همه دعوتن. خواهش میکنم همراه من بیا. اگه دعوتمو قبول کنی خیلی خوشحال میشم. نمیدونم اکرام، وضعیت منو کمالو که میدونی، نمیخوام پشت سرم حرفی باشه. به نظر من برعکس، باید به همه نشون بدی هنوز سر پایی و به هیچ چیز
هیچ کس نمیتونی ببازی. باشه پس. ممنونم. خدای من، فقط همینو کم داشتم. گلی کمال، چه اتفاقی افتاده؟ خراب شده. خودم درستش میکنم. کمال، یکی ببینه بد میشه ها. خیلی خوب، میخوام ماشین اینجا بمونه، خودم درستش میکنم. روغن تموم کرده، یدکی داری؟ نمیدونم. اینجا کار میکنی؟ آره، پیش اوس محسن کار میکنم. کمال، منم میخواستم باهات حرف بزنم ولی نمیدونستم کجا و چطور. چه شده گلی؟ رفتم با اکرام حرف زدم ولی قبول نمیکنه. معلومه با حالیده توافق کردن. تو نگران نباش، نمیتونه اجازه بگیره. اجازه نمیدن روستا رو زیر آب ببره. کاری از دستم بر بیاد انجام میدم تا مانع کارش بشم. نمیخواستم همچین چیزی بشه. میدونم گلی، تو هیچ تقصیری نداری. خب ماشین درست شد. گلی، حالت خوبه؟ نه کمال، تو درد سر بزرگی افتادم. چطور بهت بگم؟ آخه چی شده؟ ببین، شاید اگه بگی بتونم کمکت کنم. نه، نمیشه. بهتره خودم حلش کنم. ازت ممنونم، من دیگه برم. پسرم مظفرعلی، دهن تو واگون پسرم عزیزم، باز کن باز کن، خیلی هم خوشمزه است. دختر، یهو کجا غیبت زد؟ همه کارای امارت رو ریختی سر من. تا این موقع کجا بودی دختر؟ اینو میبینی؟ آره. خوب نگاش کن، من با این خیلی زود پول دار میشم. قربونت برم خدا، به این زن یکم عقل بده. استغفرالله. امروز چند کیلو گوش گرفتی؟ 20 کیلو اوستا. 20 لواش؟ 100 تا اوستا. اوه، 100 تا لواش، چه خبره؟ سلام علیکم، نوش جونتون، گوشت بشه به چسبه بر رونتون. رئیس،
خوش اومدی. ببین 20 کیلو گوش 100 تا لبای ماشالله. آره تیپ زدی. این لباسه چیه؟ به خاطر اینکه لایق همچین مکانی باشم رفتم کت و شلوار و جوراب سفید و اینجور چیزا خریدم دیگه، ولی متاسفانه شلوار نتونستم واسه خودم بخرم. شلوار شو واسه اون دیگه پول نمون دیگه، چی کار کنم دیگه پول ندارم. اما رشید باید یه چیزی بهت بگم، میدونی؟ بیا رشید. رشید ها، خواننده باید بره. چی؟ خواننده بره؟ آره. آخه چرا؟ ببین برادر من، نشستم فکر کردم خواننده باید بره، چون اگه نره رابطه من و پاکیزه بد جوری شکراب میشه. به خاطر همین دیگه خواننده نباید اینجا بیادش، با اینکه من خیلی دوست دارم باشه. نمیاد. ببین رمیزان، همه این آدما واسه دیدن آسمان میان اینجا. اگه من بلند شم الان به اینا بگم آسمان بی آسمان، همه اینجاها رو سرمون خراب میکنن، مطمئن باش. خیلی خوب برادر من، اگه اون بیاد پاکیزه خونه رو سر من خراب میکنه دیگه، خواننده بی خواننده. ببین رمیزان، خوب فکراتو الان کردی دیگه. آره فکرامو کردم، زنه از اینجا میره. رشید خان، این آسمان کی میاد؟ میشنوی؟ همه این آدما آسمانو میخوان دیگه. رشید من فکرامو کردم. ببین خوب فکراتو کردی دیگه. آره برو بگو، از این به بعد زن بی زن. فکراتو کردی دیگه رمضان. گفتم که زنه نمیاد. ببین میرم بهشون میگم آ. بگو. از من گفتن، میرم بگم دیگه، دارم میرم بگم. باشه برو بگو، زنه هم دیگه از این به بعد نمیاد، برو بگو. مشتریای عزیز، متاسفانه به خاطر دلایل فنی باید خبرای خیلی بدی رو بهتون بدم که دست ما نبوده. خواننده‌ای که آسمان نام داره و چند ساعته منتظرش بودی، متاسفانه امشب نمیتونه بخونه. مشتریای عزیز، آسمان خانوم به شدت مریض شده، از همه تون معذرت میخوام، ولی به عنوان معذرت خواهی میخوام که امشب به شما یه غذای خیلی خوب هدیه بدم. همینجوری مفتی رشید آقا، ما به خاطر آسمان میومدیم اینجا. آقا جمع کنیم بساطه بابا. ببین وایسین، رشید اینا که رفتن. رشید اینا داره میره. خب آره میرن دیگه، بس چی؟ بگیر 20 کیلو گوش 100 تا لواش. بفرما. آقایون خبر دارین؟ امروز قرار کمیسیون برگزار بشه. ایشالا که اون اکرام ظالم جوابشو میگیره. به خدا کار ما مونده، نه کمیسیون آقایون. برادر من، توی این مملکت مگه حق و قانونی نیست؟ حتما یکم فکر ما رو میکنه ها؟ این کار اصلا معلوم نمیشه. عدالتی که میگین اونم مال آدمای پول داره. آره راست میگه. منظورمو فهمیدین درسته؟ بله اکرام بیگ، شما اصلا نگران نباشید. با یه درخواست دادن خیلی راحت میتونیم ازشون اجازه نامه هایی که لازم دارید و بگیریم. اگه اینطوره عالیه.
منتظر خبرهای خوب شما میمونه. خیالتون راحت باشه. ولی جناب اکرم بیگ، جدای از اجازه نامه ها، راضی کردن اهالی هم خیلی کار سختیه. شما فکر اونجاشو نکنید، تجربه رام کردن آدم ها رو دارن. باشه، روزتون بخیر. روزتون بخیر، ازتون ممنونم. آقای یاسین، خیلی سریع باید پنبه بفرستیم کارخونه. خانم، وضعیت مزرعه ها معلومه، هرچی برداشت میکنیم سریع میفرستیم کارخونه. امسال بارون خیلی به ما ضرر زد. میدونم، ولی بیشتر از این لازم داریم. اگه لازم باشه باید با صاحب مزرعه های دیگه هم حرف بزنیم. من به پنبه خیلی بیشتری احتیاج دارم. هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، شما نگران نباشین. سناب خانم، پاکیزه خانم اومدن. پاکیزه، خدا رو شکر که اومدی. چی شده گلی؟ چیزی شده؟ پاکیزه، تو دردسر بزرگی افتادم، چی بگم؟ از نزول خور پول گرفتم، ولی نمیتونم بهش پس بدم چون پول ندارم. آخه تو با نزول خور چی کار داری؟ به خاطر اون ارهان بیشرف مجبور شدم پول قرض بگیرم. الانم اگه تا دوشنبه نتونم سفارش رو برسونم نمیتونم پولو پس بدم. تو درد سر بزرگی میافتم. خیلی خودتو ناراحت نکن. فکر میکنیم حتما یه راهی پیدا میکنیم. یه لحظه بایست آقا، میخواستم یه چیزی بهت بگم. چی شده؟ چی میخوای بگی؟ میخواستم راجب دخترم حرف بزنم. با دخترم کاری نداشته باش. فکر نکن بی کس و کاره. اگه بخوای اونو اذیت کنی، یه پدری داره که کاری میکنه که از به دنیا اومدنت پشیمون بشی. با دستای خودش خاکت میکنه. چطی میگی؟ تو هنوز نمیدونی با کی طرفی؟ نه، نمیدونم، ولی پدرشو میشناسم. خلاصه از ما گفتن بود. روز بخیر. اگه یه بار دیگه اینجا پیدا شد بهش حالی کنین که با کی طرفه. بی مصرف. اینم اجازه نامه‌ای که برای کاشت برنج لازم داشتم. هر کی بخواد با من کار کنه اینجا میمونه. آقا میخوای من رو به کشتن بدی؟ همه یه روستا رو آب میگیره، همه جا باطلاق میشه. اگه مراقب باشین هیچی نمیشه. برنج بکارین، وضعیتتون بهتر میشه، دستمزدتون هم بیشتره. من خودم برای کاشت مزاره به نیرو نیاز دارم. چرا روزیتون رو به یکی دیگه بدی؟ یعنی تو به ما میگی قبر خودمون رو با دستای خودمون بکنیم؟ اعتراض کردن هیچ معنایی نداره. اگه بخوای میمونی و کار میکنی، اگه هم نخوای گم میشی میری.
تو میدونی چقدر آدم هست که میخواد جای شما باشه و کار کنه. تو فکر میکنی کی هستی آقا؟ از راه نرسیده صابخونه شدی؟ ایلماز اینجا چه خبره؟ پرسیدم اینجا چه خبره؟ با تو هم یلماز بگیر طرف اجازه نامرم گرفته. سلیم وضعیت تولید چطوره؟ بنا به درخواست سراب کارگر شب و روز کار میکنن. به نظر تو میتونه سفارش رو برسونه؟ واقعیتشو بخوای فکر نمیکنم بتونه. خوبه. اینکه وضعیت کارخونه بدتر میشه چرا تو رو خوشحال میکنه؟ کارخونه نه سلیم، وضعیت سراب منو خوشحال میکنه. اگه سراب نتونه قرضش رو پس بده فقط یه راه واسش میمونه، اینکه سهمش رو بفروشه و من مدیرشم. حالیده بعضی وقتا یادم میره چقدر زن زیرکی هستی. سلیم بیگ، تعمیرکارایی که واسه تعمیر خواسته بودین اومدن. باشه الان میام. سلیم اونا رو بپرس بگو برن، به تعمیر احتیاجی نداریم. ولی اگه سراب اینو بفهمه منو اخراج میکنه. تا وقتی تو کنار من باشی واسه کار تو خودت هیچ اتفاقی نمیفته، برعکس. وقتی کارخونه رو به دست بیارم پاداش همه کارایی که برام انجام دادی و میگیری. من همیشه کنار تو هستم آلیده. سراب نباید این قرض رو پس بده. ما هم هر کاری واسه این کار میکنیم. باشه. معلومه که اجازه نامه‌ای که گرفته غیر قانونیه. یکم صبر میکنیم. نمیتونه با وجود ما وارد زمینا بشه. حق با توه داداش کمال. معلومه طرف آدم با نفوذیه. چطوری میخوای باش در بیفتی؟ یعنی چی داداشم؟ با زبان خودش باش حرف میزنی، اگه لازم باشه سرش هم میشکنی. ایلماز داری اشتباه میکنی، با دعوا هیچی درست نمیشه، فقط بدتر خودمونو به درد سر میندازیم. والا برادرها اگه از من بپرسین یکم با طرف توافق کنیم، اینجوری چیزی نمیشه و بعد به امید خودم دیگه اینجا برنجکاری نمیشه. تو دیگه چی میگی کت خدا؟ دلت خوشه؟ آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ من با عمو حیدر موافقم. به جای اینکه از خونه و زندگیمون بیافتیم یک کم تعامل میکنیم، اینجوری بهتره، کارم میکنیم. پاکیزه من دارم میرم یه سری به کارخونه بزنم، تو رم تا شهر میرسونم. باشه؟ منم با تو میام کارخونه، شاید یه کاری از دستم بر اومد. سراب خانم یه دعوتنامه واسه تون اومده. این چیه؟ به مناسبت افتتاح پایگاه هوایی انجرلیک امریکا تو کلوپ بزرگ مهمونی ترتیب دادن، ازم خواستن منم تو مهمونیشون شرکت کنم. جدی؟ میخوای بری؟ نمیدونم پاکیزه، حوصله ندارم. حافظ خیر باشه. بیل و کلنگو کجا داری میبری؟ دارم میرم هواخوری. هواخوری؟ به نظر میرسه که داری میری دنبال گنج و منج. نه گنج کجا بوده؟ گنج گنج چه بدونم. خب دیدم بیل و کلنگ دستته.
نه دارم میرم مزرعه کار دارم. روزت بخیر. روز بخیر. سراب خانم ها میبینی چقدر ناراحته؟ حسابی وضعیتش خراب شده، حالش داغونه داغونه. به تو چه ربطی داره؟ تو چرا خوشحال میشی؟ دخترم اگه وضعیت خانوم بد باشه ما هم به مشکل برمیخوریم، مگه نه خواهر؟ ای خدا، خیلی هم واسه مهمه. تو این قره کشی وقتی خونه به اسم من در بیاد، من دیگه نه این خانمو میشناسم نه این عمارتشو. سگ داره خواب استخون میبینه. آره وقتی بلیت قره کشی به اسم من در اومد، تو رو میبینم که پشت سرم داری گریه و التماس میکنی که تو رو با خودم ببرم. نه بابا، چرا کار نمیکنه؟ ببین چشه، بده ببینم. وای خدا. سلیم، اوضاع چطوره؟ دستگاه از دیشب بدون هیچ استراحتی دارن کار میکنن سراب خانم، ولی کارگرها از وضعیت ناراحتن. حتی بعضیا کارو ول کردن، میگن تا وقتی استراحت نکنیم کار نمیکنیم. چرا گذشتی برن؟ نمیتونستم، از یه نظرم حق داشتن، خیلی خسته شدن. تعمیر دستگاه ها چی شد؟ متاسفانه تعمیرکارا نتونستن همه وسایل یدکی رو تامین کنن، یعنی فکر نکنم بتونیم سفارشاتو برسونیم.